خوش اومدید به پارت نهم بازی هوکا کافه. به خاطر اینکه یه سری از بچه‌ها تو استریم نمیتونن بیان و بازی رو تماشا کنن، تصمیم گرفتم که فعلا از این بازی فقط ویدیو درست کنم. به جاش بازی کارفور سیل رو فعلا استریمش میکنیم. اگه از این بازی خوشتون میاد و دوست دارید که ویدیوهای بیشتری ازش واسهتون درست کنم، لایکاش بره بالای 300 تا. بدون معطلی بریم سراغ ادامه بازی. خب آقا بریم ببینیم امروز چیکار میتونیم انجام بدیم. قراره که این بازی به صورت فوق ترای هارد پیش بره. خب اینجا تو آخرین استریم بادیگاردو که گذاشتیم، ربات هم که خریدیم، 4 تا 5 تا صندلی هم که داریم، وضعیت آقا خیلی دیگه سخت و پیچیده شده. سفارشایی که تو آخرین استریم هم آماده کردیم همشون چیز برگرن. اگه کسی جدید وارد کانال شده و استریم های این بازی رو ندیده، لینک آخرین استریم رو براتون توی دیسکریپشن میذارم، میتونید برید اونا رو هم تماشا کنید. به صورت سریالی بیاید جلو که بفهمید قشنگ داستان چه جوری بوده. خب آقا فعلا که مشتری خاصی نداریم، سفارش آنلاین هم کنسل کردیم، خاطر اینکه یکی از بچه‌ها بنده خدا هی درست میگفت وقتی که اون یارو پیکه میاد اینجا ازمون سفارش میگیره باگو میخوردیم. معمولا تقریبا هم 2 دفعه مجبور شدیم که بازی رو ببریم از اول. خب آقا این بهمون ثابت شد که همه مشتری‌ها چیزبرگر سفارش نمیدن فعلا. من یک سری کلاسیک برگرم اینجا آماده میکنم فعلا، هم به خاطر اینکه از نظر مالی تامین بشیم. فقط من دارم برگر درست میکنم، زیاد تو داستانای قلیون ملیون نیستیم. تمام برگرهای کلاسیکم میذارم اون طرف که با هم دیگه قاطی نشن. یه ذره باید کارو سریع جلو ببریم چون فکر کنم الان برای بچه‌ها بریزن بیان تو دیگه. ببین این رباتم اینجا سفارش رو از مشتری میگیره، میز رو براش رزرو میکنه، بعدش فقط من باید برم ببینم که اینا کدوم میز نشستن. الان مثلا مشتری داشتیم، مثلا من نفهمیده بودم. یه دونه چیز برگر میخوان، اینو میذاریم تو سینی، میگیم روبی جون بیاد ببره. گوشتام تمام شد دیگه. خب پس یک سری سفارش هم اینجا داریم. بذار یه حرکت دیگه هم من بزنم حاجی، الان پلیس مولیس هم میاد میپیچه بهمون. بلن البته همه جا تمیزه دیگه، چی میخواد گیر بده؟ با پدر ما رو در ورده یارو، اصلا نگاه نمیکنه ما چقدر پول در وردیم، فقط میاد جریمه میزنه. یه دونه کلاسیک بریر ببین، گفتم فقط چیز برگر اینا سفارش نمیدن، دقیقا همین جوری شد. خب بریم سراغ سفارش دادن یه سری وسیله که برامون بیاد. میگم ایکیا برام بفرسته دیگه، اون بچه قیمته خیلی برام مهم نیست. الان به نون و نوای خدا رو شکر رسیدیم. 3 تا از این باکس ها میخرم که مخلفات توشه، 20 تا هم گوشت برگری، 25 تا دونه گوشت برگری خوبه، چون فروش دیگه رفته بالا و باید حواسمون باشه. آقا آشغال پاشغال به خدا ندارم خانوم. آقا چی تو هر کسی به خدا چی دیگه ندارم. ایوان نتونست پول اینا رو هم نده. بعد پلیس فقط میاد به آشغالای من گیر میده لجن. این همه آدم اومد اینجا لاشخوری کرد رفت، پول غذا رو نداد، تو کجا بودی؟ کجا رو داشتی نگاه میکردی؟ خیر سرتون دوتا مامور همون روبرو وایساده، انقدر سر من کلا گذاشتن، انقدر سر من کلا گذاشتن، پدر منو اینا در آوردن که باورت نمیشه. اوه اوه چه سرعتی داره این داداشم. خب این سفارش ها رو هم میذاریم اینجا فعلا. بعد من یه جوری اینا رو بچینم، فقط باکس رو خالی کنم بندازیم دور. این پلیس بد پیله ایه، یه آدم اصلا تو چیز نرویه واقعا. به اون چیزی که باید حواسش باشه نیست، به اون چیزی که نباید حالا حواسش باشه یه کوچولو هی هست، هی مراقب اینه که من فقط یه کارتونی چیزی یه جایی ننداخته باشم. خب اینا رو میذاریم بپزه سریع. همه رو ببین سرعت رو نگاه کن، فقط ببین کجا اینجوری بهت برگر میده. آقا یه مقدار احساس میکنم دوباره کوالیتی بازی رفته بالاتر. ای وای یه برگر لا رفاجی، یه برگر پرت کردم پایین اشتباهی. حالا اشکالی نداره، اون یه دونه دیگه پد سرتون. این باکسرم سعی میکنم خالیش کنم همینجا، آشغالشو بندازیم بره چیزی این دور و برا نمونه. عجب رستورانی شد، عجب رستوران خفنی. این چیزایی که توش موندرم میذارم همین بغل. این کارتونرم دیگه همینجا میشه دفنش کرد دیگه. یه باگ خوب این بازی داشت، اونم این سطل آشغال است که عمرش تموم شد ولی پاک نشد خدا رو شد. آقا سفارش داریم مثل اینکه اینجا پسر، بعد تو چرا هیچی نمیگی اصلا؟ یه دونه چیز برگر میخوان،
سریع ببر تحویل بده بهشون، خیلی وقت منتظرن. خودمونم اینجا میایم برای آماده کردن برگرای کلاسیک بعدی دیگه. چند تا کلاسیک هم داشته باشیم تو چند تا که مشتری که میاد سفارش میده سریع من بهش تحویل بدم. فعلا همه 6 تا دونه بسته. اول کاهو، بعد گوجه، بعد پیاز، بعد گوشت برگر و تمام. اینا همه رو میچینم اینجا. میخوام با هم قاطی نشن دیگه، جدا جدا دارم میذارم. اینم کاهو. البته این رسپی رو خود من در واقع قبول ندارم. اگه برگر واقعی بخوام درست کنم اصلا این شکلی درست نمی کنم. 100% مدل درست کردن من با این فرق میکنه. یه سوسی اون زیر بزنی، یه چیزی. اصلا ما کلا اینجا مثلا که سس سرو نمی کنیم. برگرا خشک خشکن. خب یه مشتری دیگه هم اومده، صداش در نمیاد این لعنتی، هیچی نمیگه. ببین همین این کلاسیک برگر دقیقاً، اینو بردو ببر. یکی از بچه‌هام توی کامنتا گفته بودش که فکر میکنم که بادیگارد بدون دوربین کار نمیکنه، ولی مطمئن نیستم چون الان که فعلا انگار همه دارن پولو میدن، یا اون یارو داره پولو از حلقومشون میکشه بیرون دیگه. کسی فعلا پا نشده البته، بذار اونا پاشم ببینیم چجوریه داستان. دوربینه خیلی تو مخ بود، هی خراب میشد، بعد میبردیم تعمیرش میکردیم. منم حال و حوصله این کارا رو حقیقتش بخواین ندارم زیاد. ترجیح دادم که استفاده نکنیم اصلا ازش. مخلفاتمون هم تموم شد. این کیسه رو دیگه خودم باید با احترام ببرم دم در بندازم. اینو دیگه نمیشه کاری کرد. خب آقا همه جا تمیزه، تمیزه به خدا. آقای پلیس، آقای مامور، آقایی که میای اینجا چک میکنی هی همه چی رو، بی خودی ما رو جریمه میکنی. ببین جای کفشارم من حتی پاک میکنم، یه ذره نمیذارم آلودگی اینجا بمونه. بعد پوست موز اصلا چیه اینجا؟ پوست موز چی میگه؟ ببین این پا شد رفت. بادیگارد دم در دارم، ببینم پول داده البته ایشون. خدا رو شکر فعلا مشکلی نداشتیم، دخلمون اوکی بوده، کسی تو پاچمون نکرده، لاشخوری نکرده و در نرفته. آقا چیز برگر که تا دلت بخواد اینجا زیاد داریم. یکی مثل اینکه سفارش داد دوراره، بذار ببینم. اوردر گرفتی پسر؟ آره اوردر گرفته، کلاسیک برگر هم هست. من مگه کلاسیک رو نفرستادم بره؟ بیا اینجا ورد و ببر سفارشو. ای مشتری نشسته. خب سفارش بعدی چیه؟ میتونیم اونم ببینیم. T4 اینم کلاسیکه. خوب شد کلاسیکا رو زدم. اینم بیا ورد و ببر تا من اینجا یه سری کار دیگه انجام بدم. اینا رو هم دوباره کلاسیک میزنم همه رو، چون تعداد چیزبرگرها خیلی زیاده. فکر کنم تو استریم آخری که این بازی گذاشتم هلوهوش نیم ساعت ما فقط اینجا کلاسیک زدیم، هیچ کار دیگه ای نکردم، فقط داشتیم برگر درست میکردیم. این چند تا گوشتی که داریم هم همه رو کلاسیک میزنیم. یه مقدار تو استریما حالا اینا رو گفتم برای بچه‌هایی میگم که نبودن، نتونستم بیان تماشا کنم به خاطر سرعت و اینا. این بازی خیلی تو مایه‌های شبیه‌ساز دکه پیشرفته است. یه جوریه که اون داستان غذا درست کردن تو دکه و اینا دقیقا شبیه به همونه. حتی مدل فروشمون هم، مکانیزم فروشش هم همون سبکیه. خب آقا بازم سفارش داریم، تعداد قابل قبولی کلاسیک هم اینجا گذاشتم. سفارش بعدی چیز برگره، باز اینم ورد و ببر. یه ذره ربات دیلی هم داره بنده خدا، یکم کند داره کار میکنه. شما سرعت کار کردن خود منو ببین، سرعت کار ربات هم ببین دیگه، ببین اختلاف رو اینجا قشنگ متوجه میشه. اینم کلاسیک بعدی. این دوتا رو بازم کلاسیک میزنم. خیلی چیز برگر درست کردم. این چیز برگر رو فکر کنم تا آخر بازی تموم نشم. اینم کلاسیک بعدی. میریم سراغ سفارش بعدی. یه سفارش T4 داریم که اونم کلاسیک، دوباره تحویلش میدیم. پولم دارم خوب در میارم، خدا رو شکر منصف دارم کار میکنم. برگرام همش $30، $32 مفت شه، یه چیزی حدود 1.5 میلیون تومن. او یوجی فکر کن بری یه جا برگر بخوری 1.5 پول بدی. دیگه سفارش نداریم؟ چرا، تیسه هم هست. اینم کلاسیک برگر دوباره. اینم ورد و ببر. گوشتامون تموم شد. اینایی که گذاشتم پایینم بذاریم بپزه. ببین 25 تا برگر زدم و حتی الان میزنم، نزدم هنوز. یکیش هم لا رفت اون وسط، ها دستم افتاد پایین، ولی اشکالی نداره، سود خوبه خدا رو شکر. فعلا درگیری ذهنی ندارم. خیلی بازی سخت بود،
تا اومدیم به جایی برسیم من واقعا پدرم در اومد. خیلی پول در آوردن تو این بازی کار سختیه. هنوزم البته نتونستیم اونجوری که باید پولا رو در بیاریم. این گوشته رو اول میارم این بر میچینم که بعدن که میریم سراغ برگر زدن راحت از همین بغل وردارم بچینم لای برگر رو. خب تناسب کلاسیک برگر به چیز برگر هنوز مناسب نیست. T6 سفارش کلاسیک داره. اینو بزنیم، انرژیم هم داره میاد پایین. یا باید برم بخوابم سری یا برم یه نونی چیزی از اونجا بزنم. یه سفارش دیگه هم داشتیم، این چی بود؟ T4 این چیز برگره. بیار سینی رو ببینم. بودو بودو بچه جون برو میزو خالی کن، برو میزو تمیز کن. بابا چقدر تو احمقی آخه، جله کن. همین جوری آشغالو که میخوام ببرم بیرون یکی فکر کنم پولو پیچید، فکر کنم این دوزه پولو پیچید. بریم نونم بزنیم، انرژی بیاد بالا که امشبو نخوایم بخوابیم دیگه. بزن قشنگ سر صبر با خیال راحت بزن. بوست انرژی، پر انرژی. دوباره برمیگردیم سراغ برگر زدن. یه دسته‌ای هم بکشیم دوباره به اینجا. البته پلیس هم مثلا که گیر نمیداد به این چیزا، هستن کاری به کار این داستانا نداشت، فقط درگیر کیسه آشغالای مثلا که بابا وایسا دارم زیر پا شما رو تمیز میکنم. چقدر مشتری و فرهنگ، چقدر مشتری میتونه بیشور باشه، چقدر اصلا چرا اینجوری هم؟ نمیفهمم چرا مشتری ها تو بازی شبیه‌ساز باید انقدر گاو باشن. تو خیلی داری آشغال تولید میکنی و بچه جون حواستو جمع کن. این بادیگارده هم نمیدونم واقعا اینجا داره کاری انجام میده یا نه. کاش میفهمیدم، کاش یکی اینو به من میگفت که آقا این چیکار داره میکنه. شاید هم واقعا همون جوری باشه داستانش، باید دوربین هم داشته باشی. یه کلاسیک بریگره دیگه بزنیم بره. الان اتفاقی که افتاده میدونی چیه؟ اینه که چون پول خوب داریم در میاریم دیگه، این یه دونه دوتا مشتریه که میپیچن میرن خیلی مسئله مهمی نیست، زیاد لازم نیست روشون زوم بشیم، خیلی تأثیری نداره. حالا یه $30 $100 $100 رو خیلی، چقدر زحمت میکشم من تا همون $100 در بیاد. اینم یه کلاسیک دیگه آماده. اینجا حالا جای دستگاهی، ما هنوز نداشتیم دستگاه رو، باید اینا رو بردارم اونجا، باید اونجا رو خالی کنیم. میخوام یه حرکتای دیگه هم بزنم، یه چیزایی اضافه کنم، سیب زمینی بیارم تو بازی کم کم. چرا اینجوری شد؟ گوشیم ازشت. اینم یه کلاسیک دیگه. این برگرا که تموم شد، همه رو که فروختیم، میرم واسه اون داستانا. سفارش باز نداریم دیگه، هیچکی نیست سوره سورا. چرا یه میز پره، هم داره آدم میاد. نمیدونم چیکار کردم با رستوران من، چه اتفاقی افتاده که مشتری من کم شدن. من همه چیم عالیه، با بهترین کوالیتی دارم برگر میزنم واسه تون، چرا نمیاد؟ آقا یکی اومد سفارش داد. T4 چیز برگر. برگرهای این ور رو بفرستیم بره اول. بودو ببینم، ماشالله روبات، ماشالله روبی، قوی داری کار میکنی یا باری کلا. آقا یه سینیه دیگه مخلفات خالی کردم. شما سرعت پلی دادن رو فقط ببین. اینم کلاسیکش میکنیم. تعداد کلاسیکامون هنوز کمتر از چیز برگر رو، به خاطر همین بازم چیزی بخوام درست کنم کلاسیکه. یه کلاسیک دیگه هم داریم، این کجر رو میفرستیم بره. بعدش دیگه باید منتظر بمونیم، فعلا فقط پولا رو در بیاریم بتونم آدم استخدام کنم. الان میخوام انتخاب کنم که آدم بعدی که استخدام بشه چی باشه. ویتر رو داریم، بادیگارد رو داریم، کوکو داریم، کوکو نداریم، کشیر رو دنسم، دنس که اصلا هیچی، دنس مفت نمیارزی. کشیرم بدی نیست، $900 فقط پولشه. من ترجیحم اینه که به جای اینکه بیام اینا رو استخدام کنم و اضافه، بیام اینجا صندلی اضافه کنم که سفارشامون بیشتر بشه. مثلا تا اینجا رو ما گرفتیم، صوفای 6 هم اضافه میکنم دیگه. ببینم کجا رفت، کجا اضافه شد اصلا. این میز و صندلی این طرفو اصلا نیستن. داداش سفارشو میگیری روبی جون؟ این روبیه یک، اون روبیه دو، اسمشون رو اینجوری انتخاب کردم که با هم دیگه قاطی نشن. یه دونه تیپایی هم سفارش داریم که چیز برگره، اینم ورد و ببر. اول برو اون میز رو تمیز کن. آفرین، طبق روال درست پول نداد، مثل این که ان شد بنده خدا. با بیا اینو ببر. اونا پیچیدن چارتایی رفتن بیرون. اون بادیگارده هم اونجا پول رو نمیگیره ازشون. نه دیگه، راحت پیچیدن رفتن، اصلا این خیالشون هم نبود واقعا. دیگه سفارش نداریم؟ تمامه؟ ای فرمه تحویل ندادیم کلاسیک بریه؟
قبول ندادم، یه اشتباهی شده مثل این که اونجا آدم نشسته اون اینه این چهارتا سری آدم بیشعور لاشخور میان میپیچن میرن پول ما رو نمیدن همینجوری کار ما عقب بیفته. این من الان باید $2,000-3,000 پول داشتم خدایی، حالا هی میگه دوربین بذار دوربین بخر، ولی از اینا میپیچن میرن. آقا بذار یه دوربین بخریم بیاد یه بار. من همین الان آشغال بردم بیرون. یعنی چی؟ من همین آشغال الان بردم بیرون. چی داشتم میگفتم؟ مثلا اینقدر فشار به آدم میاد، انقدر زور باید بزنم سر همه چی که اصلا جمله بندی ها به هم میریزه. آقا یه دونه دوربین درست حسابی هم از ایکیا میگیریم. کجا بود دوربینو؟ تو خونه زندگی اینجاست. $92 میده، $20 گرونتر، ولی همین الان میرسه دستم، اشکال نداره میخرم. خب بریم سراغ سفارش بعدی. T3 کلاسیک برگر. اوکی این تحویل به شما. میتونم اینا رو هم آماده داشته باشم. باز رجباری دارم پول در میارم و بیرحمانه، یعنی میخوام کل این شهر رو بخرم. اجازه نمیدم برگری رو دست من اینجا بلند شه. واقعا یه کلاسیک دیگه بزنیم. پیاز، گوشت، اما یه دونه گوشت دیگه دارم که فکر کنم میتونم کارشو انجام بدم. آره یه گوشت دیگه داره. اینم کلاسیک میشه. از اینجا به بعد دیگه یکی در میون میزنم، یه دونه کلاسیک میزنم یه دونه چیز بریه، چون تعداد تقریبا مساوی شد. نگاه چه خبره اینجا. بذار اینا رو مرتب بچینیم این طرف، قشنگ تنظیم و هندل. اینم اینجا سفارش داریم یا نه بچه جون؟ صدا بده، حرف بزن، یه چیزی بگو. نه دیگه، نمیدونم چی شده، خلوت شده. بابا ما تو استریم جای سوزن انداختن نداریم. خیلی عجیبه واسم که الان مشتری ها نمیان، به خاطر اینکه دوباره شب شد و وقت خواب داره میرسه. من اون دوربینی که خریدم و امشب نصب نمی کنم، میذارم بیرون بمونه، فردا که بیدار شدیم نصبش میکنم که عمرش الکی تلف نشه دیگه. دوربینه کلن 2 روز کار میکنه، حالا بخوایم ببریم تعمیرش بکنیم و بیاریم و این داستانا، اونم خودش یه مصیبتی از اون بر. به خاطر همین میخوام حد اکثر استفاده رو ازش بکنم، ولی کارتونشو میارم تو. ببین الان اینجا گذاشته بسم، اینو برمیدارم میبرم میذارم اون پشت. حالا اینونتوری هم اینجا داریم، همه اینا اینونتوریه، کلی جا هست، ولی من راحت ترم همین پایین که میذارم، خیلی راحت ترم. سفارش اینا هم اکسپت شد، میگیریم T3 کلاسیک برگر. اوکیه خدمت شما. و داره صبح میشه دوباره، من برم ببینم میتونم بخوابم شب بیدارشم، به خاطر اینکه کلن روزا زیاد مشتری نداریم، اوج فروش ما 9-10 شب به بعده. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که از این بازی ویدیو بیشتر در واسهتون درست کنم، لایکاش بره بالای 300 تا. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.